چطور شد که کرونا به ایران آمد؟ خب بالاخره این ویروس چون به خاطر شرایط مصری بودنش امکان درگیری هر کشوری داره، کما اینکه اکثر کشورهای دور و بر ما هم موارد مبتلا داشتن. خوشبختانه هم تو کشور ما با تاخیر آقای معاون وزیر، در مرکز کشور ما دو نفر که سفر خارجی نداشتن با کرونا مردن، دو نفر که نمیدونید از چه راهی گرفتن. خوشبختانه با تاخیر ورود پیدا کرده. چرا برخلاف همه دنیا اول کشته دادیم بعد تشخیص دادید؟ چرا اولین مرگ شهروندان غیر چینی و همسایه هاشون باید با فاصله 5859 کیلومتر از ووهان چین یک ایرانی باشه؟ چرا در اوج انتشار کرونا برای جذب گردشگر چینی جشنواره تو کشور ما گذاشتید؟ شما سپاهی ها که قدرت تشخیص هواپیما رو از موشک نداری غلط کردید. مسافرکش چینی ها با ماهان شدید. شما که برای کمتر نشدن جمعیت راهپیمایی 3% تون هفته ها ورود کرونا رو از ما پوشوندید، حالا میگید خوشبختانه دیرتر اومده؟ آقای سعید نمکی وزیر بهداری ایران فرمایشات بانمکی کردن. ایشان همیشه حرفای بسیار بانمکی میزنن، این آقای نمکی. ایشون فرمودن که تعدادی افراد در قم فوت کردن، بیمار شدن، اما چون مسافری از چین به قم نرفته بوده ما باور اون نشد که کروناست. آقای وزیر بهداری رو خواهش میکنم بهش توجه کنید، به فرمایششون. البته همه ما میدونیم که هواپیمایی ماهان بعد مرتب میرفت چین و میامد. روابطشون با چین خوبه، کاری ندارن بیمار بیارن یا بیماری بیارن یا احتمالاً چیزایی رو که دوست دارن از چین بیارن. و پیام یک هنرمند، کیهان ملکی، به مناسبت کرونا در ایران. آقای محترم، آقای عاقل، آقای باشور، آقای فهیم، آقای مسئول، برای دلمون کرونا اومده رسیده به قم، نزدیک پایتخت، همین بغل پایتختی که نزدیک 15 میلیون جمعیت ثابت و متحرک داره، هر روز پرواز و قطار و تاکسی و اتوبوس و شخصی و چی و چنان تو کل مملکت پخش میشه. میدونی چه فاجعه‌ای در پیشه؟ همین الگوتون چین با همه عظمت و ثروت و دانایی و نمیدونم توان ساخت بیمارستان و چه و چنان و 70 میلیون قرنطینه نتونست از عهدش بر بیاد. اون وقت شما چی کار دارید میکنه؟ چه برنامه‌ای دارید؟ عادت کردید کلا به اینکه ملت رو قتل عام کنید به اشکال مختلف. یادتون رفته بود اشغال سر سیل، یادتون رفته برای زلزله، هنوز نتونستید 4 تا کانکس شافت جفت جور کنید. این چه وضعیه؟ تو چه بلایی قرار سر میاد؟ هواپیما تکلیفش چی شد؟ چرا کسی به اینا رسیدگی نمیکنه؟ چرا الان باید هممون بمیریم به خاطر اینکه شما توانایی نداری؟ خب نمیتونی باش، برو بیرون دیگه بابا، کشتی همه رو چسبیدید به این پینگ پونگ نمیدونم دو جناحی تو برای انتخابات. ول کن. من الان نمیخوام در مورد آقای خمینی حرف بزنم، در مورد آقای خامنه‌ای. چرا نمیگید امام این علتش؟ برای اینکه این قدسی سازی میشه، فساد داره. من امام، ما 12 تا امام داریم. این کلمات قدسی افراد رو در جای قرار میده و مقدس میکنه که بعداً همون نمیتونی بهش نقد بکنی. الان چرا ما این همه توهین به رهبری داریم؟ جزء جرایمی که برای افراد منتقد درست میشه، توهین به این داریم، توهین به اون داریم. خب توهین به رهبر، توهین به رئیس قوه قضاییه، توهین به اون، مثل یه آدمش معمولی بریم شکایت بکنیم از هم دیگه. ولی اینکه اینو جایگاه قدسی بهش بدیم، این خطاست. تا جمع میخونیم میگن توهین به این، توهین به اون. خیلی خوب، پس قدرت قرار نگیرید. اگر تو قدرت قرار گرفتین، حتی نقد هم میگن توهین. درسته که ما نه فحش دادیم، نه اهانت کردیم، نه هیچ وقت نقد کردیم مثلا. میگن اینا میگن توهین. خب چه اصراری اگر قراره توهین به این مقام روحانیت نشه، خب من اون مقام روحانی بره کنار بشینه. من بله با کلمه امام و القاب مخالفم، برای کسانی که توی اجرا هستن و معتقدم این مسیر رو به غلط میبره و به دیکتاتوری و سایر چیزا نزدیک میکنه. خود تمرکز قدرت فساد میاره و دیکتاتوری میاره. بله ایشون میتونن از این حرفا بزنن. پدرشون آقای رفسنجانی بوده. آقای رفسنجانی هم به طرز مرموزی فوت کردن. خیلی ها در مورد مرگ ایشون حرف زدن. من صحبت میکردم با آقای پرویز ثابتی، مقام امنیتی معروف. ایشان عقیده‌ای داشت که روس‌ها رفسنجانی رو کشتن. خب میدونید که روسیه و دستگاه اطلاعاتی روسیه، حالا کجیبی سابق و از آگه کیپبلیتی، امکانات بیشتری برای اینجور کارهای ترور و کشتن اینا دارند و تو اروپا چندین بار در سالهای اخیر امتحان کردن. نجد راه حلی که پیدا کردن این است که این بود که این رو به یک کیفیتی از طریق چیزای نوکلیر، یعنی رادیواکتیو
اینو از بین ببرن، که این استخری که اونجا میرفت به نحوی به هر حال در اونجا مواد رادیواکتیو کار گذاشتن، چیز موادی که روسیه در اختیار اینا گذاشته بود و این در اون استخ و اون کیفیت از بین رفت. حتی شما هم شنیدید و دیدید که بعضی حتی خود این رژیم هم قبول کرد، یعنی خود دختر رفسنجانی اون فاطمه میگفتش که اینا رو که خواسته بودن شورای امنیت ملی و توضیحاتی بدن، خود اونها قبول کردن که این در جسد رفسنجانی با آزمایشی که شده بوده میزان رادیواکتیوی که در جسدش بوده 12 برابر عادی معمول بوده. بنابراین این از طریق چیزای رادیواکتیو کشته شده و روسا در این زمینه به رژیم یعنی به خامنه‌ای و عواملش کمک کردن، چون هر دوشون به حال رو به عنوان یک خطری برای احتمالاتی که آینده وجود داشت ممکن بود پیش بیاد حالا خامنه‌ای سرش بذاره زمین یا یک کیفیت دیگری، رفسنجانی داره دنبال هدفهای خودش، این رو از زمین برداشتن. به هر صورت این مسئله این به طور قطعی مسئله ترور سیاسی بود، به طور قطع هم روسیه در این کار دخالت داشت برای اینکه سر راه رفسنجانی رو بردارن.